دانلد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تریبون سازمان ملل در نطق خود بیش از هر کشوری چهار دقیقه از نطق خود را به نقد رژیم ایران اختصاص داد او رهبران رژیم ایران را فاسد و جنایتکار خواند و گفت که مردم ایران برای سیاست های توسعه طلبانه حکومتشان هزینه سنگینی پرداختند او گفت که رهبران ایران به دنبال هرج و مرج و مرگ و ویرانی هستند رئیس جمهوری آمریکا از همه کشورها خواست ایران را تا زمانی که سیاست های خسمانی تهران ادامه میابند منزوی کنند. او هشدار داد که کشورش به دولت های حامی تروریسم اجازه نخواهد داد صاحب خطرناکترین تسلیحات شوند. هر راه حلی برای بحران سوریه باید شامل طرحی در ارتباط با ایران باشد. ترامپ گفت کشورش کارزاری برای فشار اقتصادی بر ایران به راه انداخته است. او گفت که پس از برقراری مجدد تحریم های نفتی و بانکی در پنجم نوامبر تحریم های دیگری هم علیه تهران وضع خواهد شد. او همچنین گفت توافق هسته‌ای عملا منجر به تقویت نظامی ایران شد. ترامپ گفت که حکومت ایران در سایه این توافق هسته‌ای موفق شد بودجه نظامی خود را چهل درصد افزایش دهد و میلیاردها دلار در منطقه برای ایجاد آشوب سرمایه گذاری کند او گفت مردم ایران به حق خشمگینند که میلیاردها دلار از ثروت آنها به جیب حاکمان می رود و هزینه جنگ نیابتی در منطقه می شود. ترامپ ایران را متهم به حمایت و پشتیبانی از تروریسم کرد و گفت بازگشت تحریم ها برای تغییر رویکرد ایران در منطقه است او ایران را مسئول ناآرامی و بیثباتی در سوریه و یمن دانست وی گفت جمهوری اسلامی ایران به حق حاکمیت کشورهای دیگر احترام نمیگذارد او از کشورهای جهان خواست تا همه ی تلاش خود را برای منظبی کردن ایران به کار گیرند و باید با اعمال فشارهای اقتصادی به ایران رژیم این کشور را وادار به تغییر رفتار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سهشنبه شب به وقت ایران سخنرانی خود را در هفتاد و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به خودسری بعضی از دولتها به ارزشهای بینالمللی آغاز کرد و با انتقاد از حاکمانی که فکر می کند با تقویت ناسیونالیسم افراطی نژادپرستی و بیگانه ستیزی می توان به منافع خود دست یافت گفت این تفکر یادآور تفکر نازیهاست و تاکید کرد با زیر پا گذاشتن مقررات جهانی و تضعیف سازمان های بین المللی نمی توان به منافع خود دست یافت. رئیس جمهوری ایران همچنین با کنایه به آمریکا برای تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت گفت باید این تفکر که با سلب امنیت و صلح از دیگران میتوان صلح و امنیت را برای خود دست و پا کرد مجال رشد نیابد روحانی همچنین با اشاره به تمایل آمریکا برای گفتگو با ایران از آمریکا به خاطر خروج از توافق چند جانبه مصوب شورای امنیت و درخواست گفتگوی دو جانبه با ایران انتقاد کرد و گفت رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی مبتنی بر چند جانبه گرایی است وی توافق برجام را یکی از نتایج این سیاست خواند و با ابراز خوشنودی از جامعه بین المللی برای اعلام مواضع قاطع در مقابل خروج غیرقانونی آمریکا از برجام با اشاره به تایید پایبندی ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت سازمان ملل نباید اجازه دهد مصوباتش گروگان بازی های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا شود. رئیس جمهوری ایران در ادامه با انتقاد از رفتار آمریکا گفت برای اولین بار در تاریخ این سازمان دولت ایالات متحده کشورها و سازمانهای بین المللی را دعوت برای سرپیچی از قانون و آنها را تهدید کرده است اگر به قطنامه 2231 شورای امنیت عمل کنند مجازات خواهند شد روحانی همچنین تحریم های یک جانب را تروریسم اقتصادی خواند و گفت تحریم نه فقط ملت ایران بلکه تجارت جهانی را مختل کرده است روحانی با بیان این موضوع که در نهایت راهی غیر از گفتگو وجود ندارد گفت برای گفتگو نیاز به گرفتن عکس های دو نفره نیست و میتوان در همین مجمع عمومی سخن یکدیگر را شنید و، خاطر نشان کرد ایران گفتگو را از همین جا آغاز و تاکید می کند هر گفتگویی می تماند از همان جایی و از همان کسی که گفتگو را قطع کرده و پیمان را زیر پا گذاشته شروع شود وی افزود موضوع امنیت بین الملل بازیچه سیاست داخلی آمریکا نیست و سازمان ملل هم یکی از ادارات دولت ایالات متحده آمریکا نیست او تاکید کرد قطنامه های سازمان ملل کاغذ پاره نیست این گفته روحانی کنایه‌ای به محمود احمدی نژاد بود و از آمریکا دعوت کرد به برجام و مصوبه شورای امنیت بازگردد و در نهادهای بین‌المللی بماند. روحانی تأکید کرد سخن ایران تعهد در برابر تعهد، نقص در برابر نقص، تهدید در برابر تهدید و گام در برابر گام است. رئیس جمهوری ایران با بیان این موضوع که سیاست ایران نه جنگ، نه تحریم، نه تهدید و نه زورگویی و فقط وفای به عهد و عمل به قانون است گفت ایران از صلح و دموکراسی در همه خاور میانه حمایت می کند. و بار دیگر از حضور ایران در سوریه دفاع کرد و گفت حضور ایران در سوریه به دعوت این کشور است. روحانی همچنین آمادگی ایران برای حل بحران یمن را اعلام کرد و اسرائیل را بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان دانست. او گفت ایران نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن خود یک امپراتوری است و همواره ایران حلقه وصل شرق به غرب بوده و خواهد بود. رئیس جمهوری ایران از جامعه جهانی خواست واقعیات تاریخی درباره ایران را بپذیرد، از تحریم دست بردارد و به تک فیر پایان دهد او ایران را بهترین دوست جهان خواند این اولین بار نیست که رژیم ایران تلاش می کند تا صلح و دوستی ایران و اقدامات علیه آرامش و امنیت مردم ایران را از طریق سازمان ملل به گوش جهان برساند و از تریبون سازمان ملل ظلم جامعه جهانی و بین به مردم ایران را گوش سد کند. ایران در سالهای جنگ عراق علیه ایران و حملات شیمیایی عراق علیه ایران و همچنین در سالهای تحریم‌های شدید علیه ایران بارها از تشدید بحران در ایران به جامعه جهانی شکایت کرده است اما به علت رفتارهای حکومت ایران در راستای نادیده گرفتن حقوق شهروندی مردم ایران در داخل کشور و مداخلاتش در منطقه سخنان بشر دوستانه و همچنین تلاشهایش برای احقاق حقوق ملت ایران هیچگاه نتیجه بخش نبوده است و در هیچ دوره منجر به تلاش و همدلی جامعه جهانی برای رفع مشکلات تحمیلی به مردم ایران نشده است و ملت ایران همباره قربانی تلاف جویی جامعه جهانی در خصوص سیاست های نادرست حکومت ایران در سطح بین الملل شده است. در نخستین روز از هفتاد و نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به فاصله چند ساعت دو رئیس جمهوری ایالات متحده و ایران در مدتی که برای آنها تعیین گردیده بود سخنرانی کردند. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با ارائه آمارهایی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا آغاز کرد. او گفت که آمریکا ظرف این دو سال پیشرفت‌های بسیاری در حوزه‌های نظامی و اقتصادی داشته. چهار میلیون فرصت شغلی جدید در آمریکا ایجاد شده و میزان بیکاری در آمریکا به نازل ترین سطح خود ظرف 15 سال گذشته رسید است. ترامپ در سخنرانی خود یادآور شد ایالات متحده از لحاظ نظامی از پیشرفت بسیاری برخوردار بوده و بودجه نظامی این کشور به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. او از موفقیت دولت خود در تقویت صلح بین دو کره خبر داد و عنوان کرد که سال گذشته او در خطراتی که امنیت جهان را به چالش کشیده و تهدید کرده سخن گفته و ظرف این یک سال کره شمالی و رهبر آن کیم جونگ اون حاضر شدند به فعالیت های و موشکی خود خاتمه دهند. ترامپ همچنین گفت که تا زمان نابودی کامل جنگ افزارهای هسته‌ای کره شمالی تحریم‌ها علیه آن کشور ادامه خواهد یافت. او روابط ناعادلانه تجاری با چین را مورد انتقاد قرار داد و از اوپک خواست که قیمت نفت را پایین بیاورد وی در مورد سوریه هم هشدار داد که اگر از سلاحهای شیمیایی استفاده شود آمریکا به آن پاسخ خواهد داد وی از عربستان، هند، لهستان و اسرائیل نیز به خاطر اصلاحات و دوستی با آمریکا تقدیر کرد. سخنان ترامپ هایی از سوی شخصیت ها و مقامات داخلی و خارجی در آمریکا برانگیخت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت امروز پشت کردن به این توافق بی آنکه در برابر آن پیشنهادی ارائه شود یک اشتباه سنگین و عدم پایبندی به آن بیمسئولیتی خواهد بود زیرا این توافق مفید و برای صلح ضروری است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دقایقی بعد از سخنرانی دانالد ترامپ در مجمع عمومی گفت سخنان وقیحانه و جاهلانه رئیس جمهوری آمریکا و نادیده انگاشتن واقعیات جمهوری اسلامی ایران در سیاست داخلی و خارجی و مبارزه با تروریسم عمق بی اطلاعی و رفتار و گفتار عبام فریبانه ایشان را نشان میدهد که در کنار واقعیاتی همچون حمایت دولت آمریکا از رژیم جنایتکار سهیونیستی و رژیم های دیکتاتوری منطقه و ایجاد و تقویت گروه های تروریستی حاصلی جز انزوا و بیاعتباری هرچه بیشتر دولت آمریکا نزد جهانیان نخواهد داشت. دایان فاینستاین سناتور ایالت کالیفرنیا در واکنشی به سخنرانی دانلد ترامپ در سازمان ملل متحد گفت هدف از تأسیس سازمان ملل متحد پاسداری از صلح و گسترش همکاری های بین المللی است اما امروز رئیس جمهوری از آن به عنوان تریبونی برای تهدید به جنگ استفاده کرد مارگوت والستروم وزیر امور خارجه سوئد نیز در پاسخ به خبرنگارانی که از وی در مورد سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل سوال کرده بودند گفت این یک سخنرانی اشتباه در زمانی اشتباه و برای افرادی اشتباه بود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و در پی دیدار وزیر امور خارجه ایران با هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزرای امور خارجه دولت‌های عضو برجام با انتشار بیانیه مشترک بر حفظ توافق هسته‌ای و لزوم بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی برجام تاکید کردند. در این بیانیه ضمن بررسی راهکارهای پیشرو برای تضمین اجرای کامل و مؤثر توافق هسته‌ای در تمامی ابعاد راهکارهای عملی برای مسائل ناشی از خروج یک جانبه آمریکا از این توافق مورد بررسی قرار گرفت و اعضای برجام مجددا بر تعهد خود نسبت به اجرای کامل و مؤثر آن تاکید کردند همچنین در این بیانیه ضمن تایید پایبندی ایران به اجرای کامل و مؤثر تعهدات هسته‌ای طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پروژه مدرن سازی رکتور تحقیقاتی عراق نیز مورد تاکید قرار گرفته است وزرای امور خارجه عضو برجام با تاکید بر ضرورت برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصل از برجام بر اراده خود برای حمایت از آزادی فعالان اقتصادی در تعقیب کسب و کار مشروع با ایران و بسیج منابع همه اعضا برای پیگیری به موقع و مؤثر عادیسازی روابط تجاری و بازرگانی با ایران تأکید کردند همچنین در بیانیه بر اینکه ایران واجد شرایط برای دریافت وام های خارجی است و نیز بر ضرورت پیگیری اقدامات مشخص و مؤثر برای تضمین تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی تاکید شده است. کارشناسان این بیانیه ها را بیشتر در راستای معاهدات بینالمللی با اهمیت می دانند تا اقداماتی عملی برای اینکه راهکاری مشخص برای رفع مشکلات ناشی از خروج آمریکا از بر برجام ارائه شود. مشکلات و پیامدهای خروج آمریکا از برجام برای ایران بجز با رفع محدودیت هایی که آمریکا ایجاد کرده ممکن نخواهد بود. فعالان اقتصادی از ایران خارج شده و فعالیت های اقتصادی در داخل ایران نیز به علت ناامنی ناشی از بحران های فزاینده اقتصادی به شدت آسیب دیده و امکان فعالیت اقتصادی متعادل را در داخل سلب کرده است لذا بنا به نظر بسیاری از کارشناسان با وجود انصداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فزاینده در داخل ایران، صدور بیانیه های متعدد در راستای تأمین منافع اقتصادی برای ایران بیشتر در حد شعار است و شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای نیست که صدور چنین بیانیه هایی بتواند مشکلات ناشی از خروج آمریکا از برجام و توقف فعالیت های اقتصادی در داخل ایران را مرتفع کند هفتاد و نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سخنرانی آنتونیا گوترش دبیر کل سازمان ملل آغاز شد وی گفت اعتماد به نهادهای بین المللی ضعیف شده است و شاهد دو دستگی در شورای امنیت هستیم وی ادامه داد شاهد گسترش هرج و مرج در صحنه بین المللی و برهم خوردن موازنه قدرت و نقض حاکمیت قانون بدون بازخواست هستیم. آنتونیا گوترش از جهانی بیش از پیش پر هرج و مرج ابراز تعصف کرد. دبیر کل سازمان ملل گفت باید سازمان ملل اصلاح شود تا بتواند خواسته های ملت ها را برآورده کند. جامعه جهانی با چالش های بزرگی روبروست. گترش افسود راهکار تشکیل دو کشور در فلسطین دور از دسترس شده است. از پایان دادن به جنگ در یمن و سوریه آجز مانده ایم و فاجعه روهینگیا و کشمکش فلسطینی و اسرائیلی همچنان ادامه دارد. وی خاطر نشان کرد تهدید هسته‌ای ضعیف نشده و رقابت جدید تسلیحاتی به راه افتاده است و همکاری بینالمللی درباره وضع آوارگان ضعیف است. وی گفت قطبی شدن جهانی در حال افزایش است و عوام فریبی نیز در حال پیشروی است. همکاری در میان کشورها با قطعیت کمتر و دشواری بیشتر روبرو شده است و اختلاف در شورای امنیت شدید است. آنتونیا گوترش افزود ما در مقام سازمان ملل متحد در کنار هم قرار گرفته ایم تا نهادها را ایجاد کنیم، هنجارها را شکل دهیم و قوانین را تدوین کنیم و بتوانیم منافع مشترکمان را به پیش ببریم. ما استاندارد معیشت سطح زندگی میلیون ها نفر از افراد را بهبود بخشیده ایم. ما در سرزمین هایی که دچار مشکل بودند صلح ایجاد کردیم و در واقع ما از جنگ جهانی سوم اجتناب کردیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اظهار نظری جدید در مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد اسرائیل متوجه شده است ایران در منطقه‌ای به نام تورغوزاباد تأسیسات هسته‌ای دارد و اسرائیل این تأسیسات جدید و پنهانی ایران را شناسایی کرده است وی با بیان این موضوع که این مکان که در مجاورت یک قالیشویی قرار دارد محل انبار کردن امکانات و تجهیزات هسته‌ای ایران است و اسرائیل آن را شناسایی کرده است تصاویر این محل را نیز به حضار نشان داد وی در سخندانیش به اظهارات خود در ماه می نیز اشاره کرد که در منطقه شوراباد فایل های و محرمانه ایران را کشف کرده است. نتانیاهو در سخنانش گفت وی پیش از این با مردم ایران هم صحبت کرده است و با ابراز شگفتی اظهار داشت بسیاری از ایرانی هایی که در ایران زندگی می کنند با او ارتباط برقرار کردند. او گفت وی با تعجب از مشاورین امنیتی اسرائیل سوال کرده چطور چنین چیزی ممکن است که افرادی در داخل ایران نسبت به اسرائیل ابراز تمایل کنند و با او تماس بگیرند گرچه تورقوزآباد نام منطقه‌ای در جنوب تهران است اما این نام معمولا برای سر کار گذاشتن افراد برای استناد به محلی در ناکجا آباد یا منطقه ای غیر مهم و کم ارزش به کار می رود. این اولین بار نیست که نتانیاهو برای جلب توجه جامعه جهانی به فعالیت های هسته ای ایران از رفتارهای نمایشی در مجمع عمومی استفاده می کند. نقاشی هایی که چندین سال قبل نتانیاهو برای توضیح میزان فعالیت های غیرصلحآمیز ایران و نشان دادن فاصله کوتاه ایران با ساخت بمب اتمی در مجمع عمومی سازمان ملل به حاضران نشان داد هنوز هم در سطح رسانه به عنوان یک موضوع نچندان جدی مطرح است بخش عمده محدودیت ها و فشارهای اقتصادی که از طرف ایالات متحده به ایران وارد می شود به تحریک و با فشار و به واسطه لابی های گسترده و دیپلماتیک دولت اسرائیل به کاخ سفید صورت می پذیرد. ایران بارها وعده ای نابودی اسرائیل را داده است و دولت اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد همین موضوع و به رسمیت نشناختن اسرائیل توسط جمهوری اسلامی ایران مهمترین بهانه برای اسرائیل است تا تلاش کند به جامعه جهانی بقبولاند فعالیت های نظامی و دفاعی ایران با هدف نابودی اسرائیل انجام می شود و باید از طرف جامعه جهانی محکوم و متوقف شود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سخنرانی اخیر خود در سازمان مسئله فلسطین را مهمترین مسئله خابر میانه اعلام کرد که با انتقادات زیادی در فضای مجازی مواجه شد پس از سخنرانی تند دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در کمتر از چند ساعت در روز چهارشنبه چهارم مهر ماه نرخ ارز بارها افزایش یافت تا جایی که برخی سرافی ها کرکره را پایین کشیده و تعطیل کردند ای هم اصلا جوابگو نبودند و تنها در بازار ارز این دست فروش‌ها ها و دلال ها بودند که با ناباوری نرخ ها را اعلام می‌کردند. قیمت دلار که پیش از سخنرانی ترامپ تا 16 هزار تومان رسیده بود تا پایان روز کاری روز چهارشنبه به رقمی بالاتر از 19 هزار تومان رسید که البته همچنان در نوسان رو به افزایش بود در پی افزایش دلار، افزایش قیمت اقلام و اجناس و کالاها هم بدون به بهانه افزایش نرخ ارز به شکل سرسام‌آوری فزونی یافت. علی رغم آنکه ترامپ سخن جدیدی نگفت و تهدیدها و هشدارهای قبلی را تکرار کرد و روحانی حتی امکان گفتگو و مذاکره با آمریکا را رد نکرد و بیشتر از صلح و دوستی صحبت کرد این امر نشان دهنده آن است که جامعه ایران به طور کل اعتمادش را به مدیریت دولت از دست داده است و دولت تاکنون نتوانسته که این اعتماد را بازسازی کند روز چهارشنبه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی با ابلاغ دستور شفافیت ارزی نظام مبادلات رسمی ارز را موظف کرد تا با انتشار لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که از ابتدای سال 97 ارز دریافت کردند در خصوص دریافت کننده های ارز سامانه نیما و ارز کالاهای اساسی اطلاع رسانی کنند بر اساس این دستور از روز شنبه به طور روزانه نرخ ارز دریافتی همه دریافت کننده های ارزی برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. اقدام بانک مرکزی گرچه برای افزایش شفافیت ارزی می تواند مفید باشد اما به گفته کارشناسان بعید است که بتواند وضعیت نابسامان اقتصادی را متعادل کند. به واقع مشکل ارزی در حال حاضر مسئله اهمال مدیریتی است که ناشی از ضعف اداره کشور است. پس از سخنرانی جنجالی رئیس جمهوری آمریکا در هفتاد و ومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص ایران و رهبرانش که آنها را دیکتاتور و فاسد و متجاوز خطاب کرد، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم به شدت به وی حمله کرد و سخنان رئیس جمهوری آمریکا را سخیف و سراسر دروغ خواند و گفت: آقای ترامپ، شما در حال کوچک شدن هستید و اگر این مسیر را ادامه دهید مطمئن باشید جهان با زبان زود هنگام آمریکا روبرو خواهد شد. وی افسود در مجمع عمومی سازمان ملل بذر آشوب مرگ و ویرانی را شما و دولت‌های مرتجع طرفدار شما در منطقه می پراکنید. جنایت جنایت‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا و دولت‌های حامی نظام سلطه در فلسطین، سوریه و عراق و ایران هرگز از یاد مردم مسلمان و غیر مسلمان این کشورها نخواهد رفت. شب گذشته در سازمان ملل هزار به سخنان سخیف شما خندیدند. پیام این تمسخر فرو ریختن پوشالی شما و انزوای بیشتر آمریکاست و این یک رسوایی بزرگ سیاسی بود سخنان سردار جعفری در حالی بیان شد که بسیاری از دولت مردان و سیاسیون جمهوری اسلامی به ویژه اصولگرایان و احزاب نزدیک به رهبر از اظهارات بیمهابا تند و قهرامیز رئیس جمهوری آمریکا عصبانی و تهدیدات و تهمتهای آقای ترامپ را محکوم نموده و آن را غیر اصولی و سخیف خواندند اما اینکه آقای ترامپ میگویند رهبران ایران به کشورهای منطقه کمک می کنند و مردمشان تحت فشار اقتصادی است و آن را نادیده میگیرند حقیقتی است که حالا از زبان رئیس دولت مخالف هم گفته می شود اینکه میگوید رهبران ایران رفتار خود را با مردم معترض تغییر دهند واقعیتی است که در نگاه مسئولین و رهبران حکومت اسلامی هرگز دیده نمی شود و ترامپ از همین نقاط ضعف موجود تبلیغات خود را بنا ساخته است